مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین. سلام، صبح بخیر، صبح بخیر، شب بخیر. پس این داره که کجایید و در چه وضعیتی و از چه طریقی دارید این برنامه رو میبینی، زنده یا بازپخش یا اینترنتی؟ در وطن عزیزمون خوبیش اینه که دیگه میگن وقت بخیر، که همه بخشای روز رو شامل میشه. تو انگلیس هنوز آفترنون و مورنینگ و ایوینینگ و این حرف ها هست. حالا اگه به هم وطنانمون در استرالیا و نیوزیلند رو فکر کنیم، باید بگیم که دیروز بخیر یا فردا بخیر. قبل از هر مطلب دیگه این عرض کنم که نقایصی که این ضبط و این برنامه داره به هیچ وجه گناهش متوجه همکاران من در استودیو اداره تلویزیون نیست، بلکه یک ضبط خانگی است و من مسئولیت همه بدی نور و صدا و پرش هایی که خواهد شد و برش هایی که خواهد شد و اینها رو پیش پیش به عهده میگیرم. حتی اگر این پروژکتورمون وسط کار خاموش شد، خب به هر حال بدونید که دفعه دیگه نخواهد بود و تکرار نخواهد شد. من فقط اومدم بگم که درود بر مردمان شهر آذربایجان غربی سلماست که مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو که از این شهر برده بودند برش گرداندند. دولت برده بود، ملت برگردوند. حالا خبراشو لابد دارید که شبانه آمدن و مجسمه حکیم ابوالقاسم رو از میدون فردوسی سلماست بردن، که گفتن میخوام اینجا میدون انقلاب درست کنیم. خب میدون انقلاب درست کنین، یه جا دیگه درست کنین، قربون این انقلاب با میدونش برم. اصلا میدون نمیخواد، تو همین گوشه همین میدون فردوسی شما روزا یه نفر شلاق بزنین، همه میفهمن انقلاب شده. اینا میخوان مردم یادشون نره انقلاب شده، روشون زیاد نکنه. خب نکنه، همین میدون فردوسی، این همه گدایی که دورشه، این همه گدایی که دور هر میدونی هست، اینا معلوم میشه که میدون انقلاب. اینا خود به خود همین میدون فردوسیه سلما زمان شاه، این همه گدا دورش نبود که، سه تا گدا اون موقع فوقش دور این میدون بود که معمولا هم دو تاشون ساواکی بودن، یکیشون هم بود مسئول مذاکره که استخدام بشه. ولی الان اصلا میدون انقلاب لازم یه دونه بطری اسید بذارم وسط یه میدونی، هر میدونی اون میدون میشه میدون انقلاب، میدون امام، میدون خمینی، میدون خامنه ای، میدون رفسنجانی. همینجوری به هر حال مجسمه حکیم عزیز ما رو بردند، اما سه هفته طول نکشید، دقیقه فجر بردند و اوایل اسفند هم برش گردوندن، نیمه شب بردند و نیمه شب آوردند. هزار تا دلیل برای بردنش آورده بودند، ولی یه دلیل شد که برش گردند، اونه که مردم حماسه سرای خودشون رو برایش حماسه ساختند. خود فردوسی میگه که درودم به خلق حماسه بساز، همه اهل سلماس گردن فراز، همه دوستداران شاهنامه اند جز آنها که درگیر عمامه اند، مرا خصم دارند اهل عبا که رستم چرا کشته است اژدها. برای اولین بار فردوسی پرده برمی‌داره از علت خصومتی که آخوندها با او دارند و اینجا فاش میکنه، میگه که میگن چرا رستم من اژدها رو کشته.
مرا خصم دارن اهل عبا که رستم چرا کشته است اژدها، که آن اژدها بوده فامیلشان، یکی اوس بوده است از ایلشان، شبیهند اینها به آن اژدها، چه از حس ظاهر چه از اژدها، که آن اژدها هفت سر داشته، به هر جا سری مستقر داشته. حکیم میگه سری داشته در میان سپاه، سری وارث بانک و اموال شاه. همین بنیاد پهلوی و اینا رو میگه گمونم. سری مایه نفت را خورده است، سری آستان قدس را برده است، سری بحر خود مجمعی ساخته، سری تور در معدن انداخته، و ایزن که آن مابقی هر کدام به تقصیه مشغول و شاغل مدام. هفت سر اژدها رو فردوسی عزیز اینجوری افشا میکنه. سر اصلی اژدها ها، سر اصلی اژدها و رهبر است، که کلی ز سرهای دیگر سر است. در این حال فردوسی حرمت مقام معظم رهبری رو نگه میداره و ایشون رو سر اصلی اژدها میدونه. چنان داشت ابعاد اشکم عظیم، که رفتی ز مشهد به شابدالعظیم، دهانش پر از شعله گاز بود، ز بلعیدن گاز اهواز بود، همه نعرهایش به گردون برفت، که شد نعره تقویت از بوی نفت، دومش گه به سوریه خوردی تکان، گهی در عراق و حوالی آن. بعد فردوسی میگه که یه همچین اژدهایی رو سپردم به رستم، من آن اژدها بگفتم مبادا که گردد رها، که این اژدها شیخ آدم کش است، زبانش چو اره دومش چک کش است، کنون دلخورند اهل منبر ز من، بپرسند از من به هر انجمن، چرا اژدها را ندادی توان، که او رستمت را برد از میان. اینا توقع زیادی دارن نسکیم. چرا رستم تو نگشته ولو، شده سوژه این همه تابلو. چرا این همه پرده های قشنگ به تصویر رستم شده رنگ رنگ؟ همی گفتند این مناظر خطاست، که این صحنه ها مختص کربلاست، فقط حضرت عباس بوده رشید، فقط پرده او بباید کشید. از این پرده تعزیه حضرت عباس ابوالفضل است که میزنه اون طرف بند خدا رو مثل خیاره تر به دو نیم کرده. حالا رستم اژدها میکوش، ولی خب اشقیار هم به هر حال حتما باید میکوش دیگه، اشقیان دیگه ظاهر اژدها ندارم، ولی حالا کار نداریم وارد این مباحث. و دیگر زمن شکفه کردند، هی بازم شکفه کردند از اول قاسم خانه فردوسی عزیز ما میگه، و دیگر زمن شکفه کردند هی، که از رخش صحبت کنم تا به کی، نگفتی چرا هیچ ارز ذوالجناح، که اسبیست با عزت و جایگاه، چه اسبی دوتا بال هم داشته، دم دم به خود خال هم داشته، ببوده است اسب حسین شهید، بسی برتر از رخش آمد پدید. ذوالجناح اسب امام حسین بوده و به این دلیل میگفتن بهش ذوالجناح، که خب خیلی تیز و بز قرقی مانند به هر حال مثل اینکه بال داشته باشه توصیفی، اسب دوباله ذوالجناح. ولی خب از اونجا که ما
خیلی اون عادت داره خیلی چیزا رو پروبال بدین، اصلا اسب رو با دو بال تصویر کردند و کشیدند که اون اسب واقعیه، به اون به هر حال قبراقی رو وارد افسانه و اغراق و چخان کردند. حکایت ها هست راجبه ذوالجناح که چطور به هر حال غمگین میشه وقتی که راکبش کشته میشه و چطور هستش که آب نمیخوره وقتی که میبینه که امام حسین تشنه لب هست. روایاتی هست، حکایاتی هستش که یه مقداری برمیگرده به همین چیزی که امروز تو این فیلم های راز بقا و نشنال هیستوری میبینیم که بعضی از حیوانات چه هوشی دارن یا چه وفایی دارن یا چه حالت های پر احساسی دارن که اینها میتونه در مورد اسب امام حسین هم حقیقت داشته باشه، ولی دو تا بالشون تو کت هم نمیره، اگرچه که تو کت این اسب رفته که نقاش کشیده. حالا به هر حال از مطلب دور نیفتیم. فردوسی میگه که آره به من میگن چرا همش دور رخش تبلیغ میکنی ذوالجناح بگو، و ایراد دیگه هم میگیرن از حکیم ابوالقاسم فردوسی و گویند که رستم پهلوان چه میخواست از جان دیو جوان. آها دیو سفید رو هم ایراد گرفتن به رست شاهنامه به فردوسی که چرا رستم تو دیو سفید رو کشته از حقوق بشر دیو سفید رو رعایت نکردی. لابد میگه که بهش گفتن که بگوین که رستم پهلوان چه میخواست از جان دیو جوان. جوانم بوده بند خود دیو، چرا جای حمله به شمر و یزید همی کوف بر مغز دیو سفید، که این دیو را بوده از دو مقام چو فرزند بوده برای امام. آره دیگه امام هم از این فرزندهایه، امام خمینی هم داشت دیگه، یه روز میگفت بنی صد فرزند من، یه روز میگفتش که اون چی میدونم منتظری پاره تن منه. حالا اونجا مثل که آره که این دیو رو بوده از مقام چو فرزند بوده برای امام، که حضرت چو باباش بود و ننش همی بوده او پاره ای از تنش. شاید از قبل رسید که حضرت چو باباش بود و ننش همی بوده او پاره ای از تنش. چرا؟ چون که او دشمن شاه بود، شهر کیکاووس شاه رو گرفته بود حبس کرده بود در مازندران. دیو سفید والله اینو جزء پرونده مثبت او میگن. چرا؟ چون که او دشمن شاه او شبیه فلان آیت الله بود، بسی داشته از بزرگی نشان دریده دوتا چشم او خونفشان. اینا محاسن دیو سفیده. همو بوده با رهبری با جناق، زن قبلی خیش داده طلاق، به روحانیون بوده قاضی و جاج، چه قاضی که دندان او همچو آج. گرفته است گاز فراوان بسی، ز روزنامه بنویس یا هر کسی. یعنی این دیو سفید هم یک مرتبه قضایی و حقوقی بالایی داشته در اسلام اون موقع که روزنامه نویسا رو مثل آیت الله محسنی اژه‌ای خودمون که اینجا این کار کرد، اون دیو سفید هم گویا عیسی سرخیز های اون موقع رو و روزنامه نویس های اون موقع رو گاز میگرفته، خیلی شبیه بوده به همپالگی های امروز خودش. بسی ماده دیوان خوش آب و رنگ، به عنوان صیغه گرفته به چنگ، چه دیوی عزیز و ملنگ و ملوس، که روحانیون خدمتش دست بوس. میشه سه دستشو میذاشه روحانیون، مثل همین آقای خاتمی دیدیم فیلمش کنیم در اون بر میمونن صف میبستن به نوبت دست دیوه رو میبوسیدن. همین گفتان دیو صاحب سواد، که مرگ فراوان بر آمریک باد. ضد امپریالیسم هم بودی باریکلا خصومت بسی کرده با انگلیس،
بیاورده بر ضد آنها حدیث. آفرین. ولی رفته لندن که در آن محل پروستات خود را نماید عمل. اصلا مثل که امروز زندگی میکرده، این دیویه که مال همه زمان هاست. به روحانیون بود آموزگار که شخصیتی داشت با افتخار. بی خودی والا راستم یه همچین دیفه مهربون زده امپریالیزم زده انگلیس پروستاتی فامی قومخیش اینا رو کشته. خواهم و اینا واقعا اینا برش پاپوش میدوزن مجسمش رو برمی دارن این برون بر پرت میکنن دیگه. بفرم تقصیر خودشه. چرا رستم زالتو یک دفعه نموده است دیو خدا را خفه؟ چه دیوی که در خوبیش نیست حرف، سفیدی او قبطه پودر برف. اصلا برای فیلم تبلیغاتی خوبه، لباسهای خود را به دیو سفید بدهید. خلاصه چنین است که اهل دین، نه البته آن واقعی مؤمنین، فردوسی میگه مؤمنین واقعی هم استثنا میکنه، که این دین فروشان صاحب دکان ز شهنامه ترسند و ابیات آن، چو هستند عاجز به حذف سخن تلافی کنندش به تندیس من. بله حالا اون شب یادش میاد که انداختنش تو کامیون بردنه. شب یاد دارم به ایام فش که بگذشته روزم به آزار و زشت. بیامد ز بالا یکی جرثقیل به هیکل درشت و به بازو طویل. مرا کند از جا ابا یک چکان تو گویی که او فید و من استکان. حتی شاعر اینجا میخواسته فیل و فنجون و مثال بیاره، ولی خب قافیه بردتش به طرف استکان. ابتدای همون منظور رو میرسون دیگه. من رو کند از جا ابا یک تکان تو گویی که او فیل و من استکان. نهادن ما رو به یک کامیون نمودند آن گرز میدان برون. اصلا کامیون برای مصرف نیست، کامیون برای فردوسی کشی نیست. کامیونو توش طلا و دولار رو اینا پر میکنن که از مرز خارج کنن ببرن نه البته نه درسته، نه اون نه، ببخشید اون تریلیه، تریلی این کار میکنه و میتونن هم این کار بکنن. ما نمیتوان، اینا میتوان. کامیون برای همین فردوسی کشی و مجسمیان رو جاجه کردن. انهاردن ما رو به یک کامیون نمودن آنگه از میدان برون. بگفتن زین پس برای ثواب همین نام میدان شود انقلاب. آخه فردوسی میگه ندانم مگر زیر چرخ کبود از این احمقانه تر اسمی نبود. کجا میبرندم نگفتند هیچ، ولی بود راهی همه پیچ پیچ، همیشه بعد خدا رو میبرنش. چنان بود حالم گرفته پلیش که آمد بیادم جوانی خیش. از اون شاه محمود بد معامله بس یاد کردم در این فاصله. آخه اونم بد حسابی کرده بود، ولی اینجا مست که حکیم انقدر وزش غم انگیزه که یاد سلطان محمود میفته. به دل گفتم شاه کشور گوشا خوشا که بیاری بیایی خوشا. توی پادشاه خسیس و کنس اقلا در اینجا به دادم برس. بیا پشت فرمان این کامیون اقلا مرا سوی شهرم برون در آن نیمه شب. فردوسی میگه در آن نیمه شب سپرت و پلا شده بود افکار من کربلا. خیالات مسحک به مغز آمدم تو گویی که ماری جوانا زدم. ز ماری جوانا و جوینت و گراس همیشه مرا بود ترس و هراس که با مغز افراد بازی کند هالوسین کند صحنه سازی کند. هالوسینیشن هم حالت های مالی خولیای هزیانی دید، چیزایی که آدم میبینه. فردوسی شعر آورده بارکلا. که با مغز افراد بازی کند هالوسین کند صحنه سازی کند فواصل شود گهکم و که زیاد. عجب چیزهایی به چشمت میاد. اون حالت های بد حالت رو که برحالی اعتیاد
اینا رو که تو فکرش بوده اینجا داره میبینه. به ناگاه دیدم که محمود شاه مرا میکند پشت فرمان نگاه، به من گفت من گشتم یار تو که حسد و سابق بده کار تو. ببین چقدر روی حساس شاعر بزرگ این قضیه یه بد حسابی سلطان محمود افسر گذاشته که همیشه تو فکرش که الان با یه پک سیگاری زده اصلا داره میبینه که سلطان محمود اومده داره رانندگیشو میکنه. تو را میبرم جانب شهر توست به شرطی که با من نباشی عبوس. اومده جبران مفات کنه. فردوسی میگه شوکه گشته در خود به جوش آمدم، زدم نعره ای و به هوش آمدم. خدا رو شد آقا حکیم ابوالقاسم فردوسی به هوش آمد. بدیدم که افتادم روی خاک، ولی باز خوبه نگشتم هلاک. دریغا جوانان ایران زمین که باشند در اعتیاد این چنین. من از فکر آن هم شدم ناک اوت، فتادم به حالی که بدتر ز موت. آره نکشیده بنده خدا، تفکرش تو خیارش بوده، منم اشتباه کردم. والا قصه جوانا رو میخوره، قصه این که حکومت اینا رو محتاج میکنه. درودم به سر ماسیان عزیز که گشتم من از لطفشان مستفیض. چنان ایستادند بهر حکیم که لرزید یک باره پشت رژیم. از آن ماجرا 20 روزی گذشت که پیش آمدی موسم بازگشت. شبانه یکی کامیون آمدی مرا پیش پا نیش ترمز زدی. به من گفت راننده بالا بپر، سحرگاه دیر است حالا بپر. بفرما بریمت به میدان خیش، همانجا که بودی ز 40 سال پیش. به راننده گفتم از اینجا برو، نیایم دوباره به فرمان تو. تو آنی که آن مرتبه نیمه شب مرا زابراو کرده ای بی ادب. کنون آمدی بهر رفع و رجوع، برو تا به فحشت نکردم شروع. بعد راننده میگه بگفتا غلط کرده است این رژیم، شما به که کوتاه بیایی حکیم. چو مردم حضور تو را خواستند، رئیسان ز تصمیم خود کاستند. کنون پس بفرما ابوالقاسما. چه خودمونی شد با استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی ما، قافیه شما خواهد چی کار کنه. کنون پس بفرما ابوالقاسما، نه که بیش از این ناز کن واسما. چنان خلق سلماس کرد اعتراض که باید به آنجا بیایی تو باز. بگفتم از این واقعه آگهم، من آنم که با مردمان همرهم. من این که زدم سال سیرا قلم، گهی میزنم در خیابان قدم. مردمیز شاعر ما. و این عکس رو کاش میدونستم اسم اون عکاس عزیز چه انقدر زیبا گرفته است. یک زاویه گرفته که فردوسی که بالای ستون ایستاده است رو طوری نشون داده که در کنار مردم در خیابان داره قدم میزنه، داره راه میره. شاهکار عکاسی. من این که زدم سال سیرا قلم، گهی میزنم در خیابان قدم. روم سوی بالا و پایین شهر، ولیکن هوایش بمانند زهر. هوا آنچنان پست و آلوده است که کار ریه بدتر از روده است. تشبیه درستی کرده استاد. خلاصه به دستور خلق عزیز پریدم در آن کامیون با دو خیز. رسیدم اما نیمه شب مست و شاد به میدان فردوسی پاکزاد. بیایی به مون بیا میروی به مون، برو ماهی در اومد بیا بست برو مون برو. شدم باز بنشسته بر جای خیش، سپاس از همه مردمان بیش و بیش. سهرگه که شد روز بعدی شروع، چو خورشید کردم ز میدان طلوع. همه شادمان دوستداران من، گدایان اطراف میدان. آخه
به فکر اون هم بوده، فکر کنم پول میداده، در پول اگه سلطان محمود نداد میداده به گداها. زفردوسی اکنون درود زیاد به مرد و زن شهر سلماس باد. اگر هست قاسم حماسه سر قاسم میگه خوچه که تواضع به خرج میده. قاسم اگر هست قاسم حماسه سرا، حماسه شمایید اینک مرا. حماسه مردم سلماس هند که ساختند یه حماسه را، که استادند مقابل رژیم. اگر هست قاسم حماسه سرا، حماسه شمایید اینک مرا، که رستم شما و تهمتن شما، نگهبان اندیشه من شما. برستم گریتان دل من خوش است، که گرز شما دانش و بینش است. بدین دل خوشم من که پیر و جوان، همه اهل فضلید و شهنامه خوان. حالا اینم براتون بگم، حرفای حکیم که تموم شد اینجا نباشه، این مجسمه رو با هزار کلک بردند و علتی که آوردند علاوه بر خواست مردم و ایستادگیش، فکر کنم اینم بود که بردن دیدن این مجسمه، من خوب نگاهش کردم، برنز و از یه فلزی که به درد بخوره و شب عیدی اینا بتونن یه مقداری طلا ملا برای ایالشون و مادرزنشون بخرن هم نبود که آبش کنند، گچی بود و همین دلیل دیدن که صرف هم نمی کنه، به بند و بیش نمی ارزه که مجسم فردوسی را آورده باشن. نازل بود اونقدر مجسم فردوسی می خواهید، مجسم فردوسی بهترین مجسمه ای که من سراغ دارم در پارکی هست از 1958 1958 چند سال میشه، خیلی میشه، 40-50-60 سال میشه که در پارکی هست در شهر روم و مردم اونجا دورش جمع میشن و نگاه میکنن. اینو استاد ابوالحسن صدیقی از مرمر یک پارچه ساخته. اتفاقا وقتی که اونجا به مناسبت همین مجسمه جایزه مدال هنر به زنده یاد استاد صدیقی میدن، میگه نه مدال هنر نمیخواستم، اونچه که شایسته من اینجا بهم بدیم مدال شجاعته، چون شجاعت میخواد که آدم در دیار میکلانج بیاد مجسمه ارزه. خب شکست نفسیه استاد بود دیگه، منم گاهی از این شکست نفسی ها میکنم. بیایی بمون بیا میرم